بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، چهارم ماه نوامبر سال 2019 میلادی و برابر است با 13 آبان ماه. یادتون هست 13 آبان ماه در ایران چه اتفاقی افتاد؟ اگر اشتباه نکنم روزی بود که سفارت آمریکا رو تسخیر کرده. حالا این ماجرای تسخیر و اینها هم اونا میگفتن جاسوسخانه. آمریکا میگه این سفارت خاک ما بوده و شما بدون اجازه به قلمرو به خاک ما به اصطلاح داخل شدید و 40 سالم هست که دارن جریمه رو میدن و صداشون در نمیاد. تازگی یکی از اونایی که در بالا رفتن از دیوار و به اصطلاح تسخیر سفارت آمریکا در تهران نقش مهمی رو داشته اظهار پشیمانی کرده. خب به نظر من با بدنش تعبیر آمریکا بگن بفرما این کار خلاف انجام داده تو کشور شما، حالا شما بگیرین و هر بلایی میخواین سرش بیارید از لحاظ قانونی. و یه مقاله هم بود درباره این که پاسدارها بدون ویزا داخل آمریکا می شوند. بعضی از این دوستان وقتی یه چیزی می نویسن برای که دوتا مشتری خواننده بیشتر جمع کنن تیتر یا سر به اصطلاح سر تیتر موضوع برنامه رو یه جوری می نویسن که حقیقتا دروغه و وقتی شما می خونی می بینید هیچ رابطه با اون چیزی که نوشتن نداره. در اصل من براتون می خونم و اجازه بدید امروز به شما اعلام کنم که چهارشنبه برنامه نداریم، نیستیم. گو خوشا امشو که مهمون شمایم، نمیدونم که فردا شب کجایم و امیدوارم یا جمعه یا شنبه بتونیم یک برنامه یا چند برنامه داغ و جوندار به شما تقدیم کنیم. فکر کنید که کجا میریم. دفعه قبل ما رفتیم ترکیه و آلمان، گفتن رفته ایران، گفتیم والا نرفتیم ولی رفته باشیم مملکتمونه. بیچاره اگه من برم تو بری اون بره اون بره، آخون نمیگه اینا ترسو بودن فرار کردن ما شهامت داریم تو ایران موندیم. اینم یکی دیگه از نفهمی های ما و نفهمی کمپوزیسیونه که شما بری مملکت خودت یه سری احمق بگن رفته کشورش. خب رفته که رفته، اصلا من نرفتم نمیرمم، ولی برفرض اگه بخوام برم نه احتیاج به اجازه شما نه احتیاج به اجازه ملا دارم. حق همه من و شما هست که بریم کشورمون و تازه ما طلبکار ملاها هستیم برای این سالهایی که آمدیم از کشور بیرون و با سختی و با مشکلات به اصطلاح زندگی خودمون رو در کشورهای دیگه تونستیم جمع و جور کنیم و گلیم خودمون رو از آب بیرون بکشیم. و اما من دو سه روز گذشته یه روز با یه سری دانشجو مال جان هاپکینز رفتم پنسیلوانیا بالای مریلند و نزدیک بالتیمور و اینها توی مزرعه. روز سردی هم بود، بادی هم میومد اینها و خیلی جالب بود. اون خانم پروفسوری که اینجا میگن فیلد تریپ، سفر رو به اصطلاح تهیه دیده بود و اینها، باید بودجهش تهیه کنن. اینجوری نیست که مثل ایران جشن صاحب زمان بگیره با پول مردم، اینجا باید بودجهش تعیین کنن. بعض وقتا زنگ میزنن این ور اون ور، یه نفر پیدا میشه $5,000 $10,000 $2,000 مخارج رو میده، اینا هم شاگردا رو ور میدارن میبرن این ور اون ور. وقتی ما میگیم شاگردا، شما فکر نکنید یه سری بچه مدرسه ای هستن، اینا بیشتر دانشجویان هستن که بعضی هاشون هم سنشون بالاست، یعنی دارن کار میکنن دوباره برگشتن دانشگاه. و این خانم پروفسور که وقتی آمد، شما اگه قیافشون میدیدید، خیلی از دانش آموزا خیلی از دانشجوهاش هم نشناختنش، چون یک کلاهی کشته بود سرش، یک کاپشن و یک شلوار لیو، اینها خیلی ساده و اینها لباس مناسب میپوشن. اگه میخواد بره مزرعه یه پوتین میکنه پاش میدونه، یعنی میره اونجا تو گل مثل ما
میخوایم بریم سیزه به در، آقایون با کت شلوار کراوات میان، خانما با کفشای پاشنه بلند. بعدم ماشین هر کدومشون نگاه میکنی پر گل و شل و این چیزا شد. بمانه رفتیم اونجا، یک ساعت و نیم رانندگی بود، نیم ساعت از اینجا تو واشنگتن، یک ساعت نیم هم از اونجا تا اونجا، حدود دو ساعت تمام روز تقریبا میشه گفت رانندگی و گشت و گذار در مزرعه و اینها، یه چیزایی یاد گرفتیم اینا. و دیروز هم یه سری دانش آموز که چرس کنم مثلا از 36 ساله تا 17 ساله خانم دخترایی بودن از قطر، از دبی، از فلسطین، از مراکش، از پاکستان، و با اینها رفتیم به طرف ریچموند، رفتیم این موزه سیاه پوستان یا افریکن امریکن. حتما اگه اومدید واشنگتن اینو ببینید. اولی که باز شد نوبتاش 6 ماه بود، ولی الان میتونید اگه فصل توریست تو اینا نباشه خیلی ساده برید اونجا و 2-3 ساعت هم وقت بذارید برای دیدنش. من هنوز داخلش نرفتم چون هر کی رفته و آمده چشماش پر عشق بوده. خلاصه این دو روزی که ما با اینها بودیم و توی جاده بودیم و اینها، چون من سالها روزی 14-15 ساعت تو جاده ها بودم، بعد الان دیگه مدت ها هست نمیرم جایی، نمیام، و حالا که برگشتم دوباره تو جاده دیدم چقدر رانندگی ها بد شده. خانوما که نسبتاً آروم میروندن الان یه دستش تکسته، یه دستش داره چی میخوره، یه دستش داره به بچه خوراک میده، مواظبه، دیر میرن، دیرشون شده، بد رانندگی میکنن اینها. فکر کردم که امروز بیام یه چند تا موضوع رانندگی رو با شما در میون بذارم. شاید منم اشتباهاتی میکنم که شما با نوشتن، با گفتن ممکنه یه چیزی یاد بگیرم ازش و بتونیم یه رانندگی سالمتری داشته باشیم تا همه سالم برسن به خونه هاش. جمعه گذشته بعد از مدت‌ها اولین برنامه کانون آوا رو داشتیم با آقای حسن حیرانی و آقای عبدالرحمن محمدیان از آلبانی. این برنامه هر روز پخش میشه و شما اگه ندیدید در یوتیوب میتونید در قسمت آرشیو و بایگانی با تایپ کردن اسم کانون آوا، چه به فارسی چه به انگلیسی، پیداش کنید. یا اگر مشکلی داشتید توی فیسبوک، یا اگر با این دوتا نتونستید پیدا کنید، یه تماس ساده با من بگیرید از طریق این شماره تلفن 202-695-2573 یا از طریق این ایمیل بسیار ساده info@mardomtv.com تا من براتون لینک اونها رو مستقیما بفرستم و ببینید که چه بر سر این دوستان آمده و هنوزم سازمان مجاهدین اینها رو رها نمیکنه. همین امروز صبح قبل از برنامه رفته بودم یه مغازه ایرانی که نون بربری بخرم و این دوستمون گفت که بله آقای فیلابی آمده بود اینجا با آب و تاب دیگران رو تشویق میکرد. به من میگه حتی به مشتریاتم بگو بیان اونجا و به اصطلاح اتوبوس و این چیزا آماده است. گفتم که آقا من اگه یه زمانی هم بیام نیویورک زیر پرچم هیچ کس نمیرم، مخصوصا زیر پرچم شما مجاهدین، چون شما مجاهدین از آخوندا هم بدتر هستین. حالا یکی از آقای فیلابی و دیگران بپرسه این همه سال رفتید چی شد. برگردیم به موضوع اصلیمون، رانندگی در خیابان‌ها و در جاده‌ها. اولا متوجه شدم اون موقع که اینجا ماشین کمتر بود، اسپید لیمیت یا سرعت، محدودیت سرعت 55 مایل بود که میشه 80 کیلومتر. خیلی کمه. حالا که ماشین‌ها چند برابر شده، این سرعت رو بردن بالا و بعضی ها من یادمه مثلا کامیونای ما داشتیم میدادیم به این راننده‌ها، میگفتیم 600 تا هورس پاور داره و یک مغز خر. حالا بیا و کنترلش کن. هورس پاور همون نیروی اون ماشینه که از قدیم که اسب بخار و اینا بوده، اینا دیگه بر همون اساس فکر کنم 700 خورده وات میشه. خلاصه بر همون اساس حساب میشه و شما این روزا ماشینای سواری خیلی کوچیک خیلی پاورفول هستن و اینها. و توی جاده ها من یه چیزی که متوجه شدم، توی ایران هم ما یه شوهرمه داشتیم، نمیدونم زنده است فوت شده بیچاره، این وقتی که تو جاده بود از یه ماشین تا سبقت میگرفت فوری میپیچید جلوش. من اینو روشن کردم اشتباه و ما چند بار بهش گفته بودیم که آقا یکم باید بری جلوتر فرصت بدی این ماشین رو تو آینه بغلت ببینی که ببینی اینقدر باهات فاصله داره بعد بیا جلوش.
ضمن شما وقتی یه ماشینی دارین با هم میرین از این رد میشین، اگه همینجوری رد بشی این سرعت در جهت شماست، ولی اگه بپیچی جلوش سرعتی که داری داره از این وری میره، به همین خاطر انگار که شما یواشتر داری میری و اون زودتر بهت میرسه. در هر صورت وقتی از یک کسی سبقت میگیرین میگن کوارتر مایل، یه چهارم مایل تا نیم مایل برید از اون ماشین رد بشید که کاملا نه تو شیشه بغل، تو شیشه پشت سر، اینجا میگن ریر ویو، ریر ویو هم آینه پشت یاد. ببینیش بعدن بیا جلو و بعدن باید سرعت تو ادامه بدی، نه که بیای جلوش بزنی ترمز. اینجا خیلی وقتا اینجوریه، مخصوصا رانندگی در شب. من متوجه شدم طرف پشت سر شما که هست به این دلیل که شما جلوش هستی و شما داری پدر چشم خودت رو در میاری، زور میزنی، رانندگی میکنی، چاله ای نباشه، آهویی نباشه، ولی اون آقا پشت سر شما داره میاد، فقط دو تا چراغ شما رو که ببینه کافیه، همونو داره فالو میکنه. بعدم هی فکر میکنه شما یواش میری، همچین که میاد از شما رد میشه، میره میاد جلو، میزنه ترمز. مریض نیست، دیوونه نیست. چرا میزنه ترمز؟ برای که حالا تازه میفهمه ایداد بیداد من نمیبینم، تاریکه. پشت سر ماشینای دیگه که هستین نور بالا استفاده نکنید، اینجا غیر قانونیه که شما چراغتو خاموش کنید. تو ایران اینایی که پشت سر هم میرفتن، اون اولی که داشت میرفت اون دومی بگو من دیگه چراغ نمیخوام، این که الان 3 ثانیه قبل از من رد شده، چراغشو خاموش میکرد که توی آینه اون نیفته، اون چشمش اذیت نشه اینجا. ولی شما اینجا نمیتونی و ماشینا هم دیگه به شما اجازه نمیدن چراغا رو خاموش کنی. یه چراغایی دارن به نام رانینگ لایت، تا ماشین رو روشن میکنی اون چراغ هم روشنه. و این ماشین های جدید یه جوری حقیقتا این تکنولوژی جدیدی که گذاشتن دست و پاگیر شده. مثلا صفحه های رادیو اینقدر روشن جلوه، خب شما هرچی این نور جلوت باشه نور خیابون رو کم میبینی. به همین خاطر برای پشت کیلومتر یه پیچایی گذاشتن که شما نور اونو کم میکنی. توی خیابونی که همه جا چراغه مشکلی نیست، ولی وقتی داری میری یه جایی که بیابون هست، از اینجا تا 80 مایل دیگه هیچی نیست، فقط چراغه، این چراغای پشت کیلومتر چشم شما رو آزار میده، اذیت میکنه. اگه سبز باشن شما رو به خواب میندازن. به همین خاطر بیشتر رنگ قرمز یا اورنج، یعنی نارنجی و زرد و اینها داره. در هر صورت این یکی دو تا مسئله بود گفتم بهتون بگم. وقتی میخواین یه چیزی رو ببرین، من مثلا اولین باری که اومدم از آلمان توی آمریکا، دیدم اینجا آقا هر شنبه و یه شنبه یه سری اساس منزل رو میذارن رو ماشین معمولی، تخت خواب و رخت خواب رو میبندن و میرن. اگه یکم بارونی باشه یه پلاستیک هم میندازن رو اون ورتر، پلاستیک پاره میشه میاد رو جلو ماشین جلوی بدبخت میگیره، نذیر که تصادف کنه. بماند تو آلمان اینا رو اجازه نمیدادن، نمیدونم الان بعد از 30 چند سال احتمالاً اونجا با وجود خارجیایی مثل من و شما اونجا هم وضع خراب شده، ولی آمریکا خیلی وضع خرابه. طرف میره چوب میخره از هوم دیپو، یه ماشینی داره 6 فوت، یه چوب میخره 12 فوت، 6 فوتش همینجوری تو هوا. یکی دیگه نردبون خریده گذاشته پشت بالای ماشینش داره میره. من همیشه میگم ای اگر بندش اون بانجی کورد، این بندای سیمایی که بستن، این پاره بشه، این نردبون که میاد، خب تا میاد وقت میفته پایین. معمولا ماشینا اینا هم بلندتر از ماشینای سواریه، میاد تو شیشه شما. و تا حالا چندین بار من این نردبونا رو دیدم که روی توی بلتوی و اینها افتاده. اینو شما داشته باشین. همینجوری که من داشتم فکر میکردم و اینها، امروز صبح یه دفعه دیدم پتیک داره یه خونه میسازه. و خب وقت شما خونه میسازی هی باید بری وسیله بخری بیای. این حالا که فاندیشن یا اون پی میگفتیم پی ریخته و سیمان و اینها، داره اون بدنه و دیوار رو میاره بالا به اصطلاح میسازه، احتیاج به چوب داره و رفته چوب خریده. این پتیک هم چون یک 2 سالی تو آلمان بوده، از لحاظ سیفتی و اینها کارش درسته، خوب رعایت میکنه. اولا نگاه کنید چجوری این چوبا رو بسته، نه یه بار، نه دو بار، نه 3 بار، نه 4 بار،
بعد به جای اینکه یکی از این پرچمای کوچولوی قرمز رو با منگنه بزنه به این، آمده بذارید بهتون نشون بدم، بله آمده، نمیدونم این چی نوشته چون برعکس انگلیسیش، ولی هرچیه این الان شروع کنه را بیفته، این قشنگ باد بالا و پایینش میکنه و دیگه امکان نداره که آدم اینو نبینه. ضمن اینکه چراغای ترمز و راهنما و اینها هم به اصطلاح مشخص، حالا که میبینم ایشون تویوتا داره و چراغ راهنمایش زرده، من همیشه گفتم این آمریکا که اینقدر شور سیفتی و امنیت و ایمنی و اینها رو میزنه، من نمیدونم چرا چراغای راهنما رو قرمز میکنه. چراغای به اصطلاح میگن سیگنال لایت، سیگنال یعنی علامت دادن. و شما یادتون باشه با ماشینای پشتی بدونی که فریاد بزنید میتونید صحبت کنید، آقا میخوای بیای جلوش راهنما بزن، اون اگه میبینه جا داره میتونه بیاد یه چراغ بزنه برای شما بیاد. البته متاسفانه ما ایرانی ها چراغ زدن هم برعکس و اشتباه میزدیم، یه جایی اگه میخواستیم بگیم نیا چراغ میزدیم، یعنی خطرناک. اینه که اینجا بعض وقتا آدم هزیتیت میکنه، هزیتیت یعنی خودداری میکنه، میگه نزنم این طرف مقابل ایرانی باشه فکر کنه نیام. در اصل استفاده از چراغ، استفاده از نور بالا، استفاده از برف باکن، شما به مجرد اینکه برف باکن روشن میکنید با چراغتون هم روشن بشه، نه اون چراغ دیلایت. اون دیلایت یا رانینگ لایت اون یه چراغ به اصطلاح کم نوریه. چراغ معمولیتون رو باید روشن کنید. حالا چراغ معمولی هم که روشن میکنید، دوستان یادتون باشه این چراغ ها اون وقتا یه چیزی اون پایین پا بود، هنوز هم کامیونا و اتوبوس ها و اینا رو دارن، با پا نور رو بالا و پایین میکردن، چون توی این چراغ ها دو تا المنت هست، یکیش نور پایینه که این بالایی روشن میشه، برعکس اتفاقا وقت چون بالا هست میفته به اینجای چراغ نورش میفته پایین، یکی المنت پایینی روشن میشه نورش میفته پایین چراغ و نورش میفته بالا. شما فکر نکنید همیشه نور بالا یا های بیم بهتون بیشتر قدرت دید میده، اتفاقا برعکسه. تو جاده‌ای که ماشینا دارن میان، شما های بیم که میندازی دیگه جلو خودت پیدا نیست، ولی داری اون بیچاره رو کور میکنی و اونم شما رو نمیبینه. در صورتی که اگر همون لو بیم یا نور پایین بندازید، هم اون شما رو میبینه هم شما اونو میبینید، و اگر یه کسی هم ناشی بود های بیم داشت، شما مستقیما تو نورش نگاه نکنید، بغل جاده خودتون رو نگاه کنید. اینو عموی من 50 سال پیش یاد مونده، بغل جاده خودتون رو نگاه کنید و مطمئن باشید که اون ور نیستید، چون اینایی که اینجوریان یادمه، یعنی معمولا راننده بدی هستن. حالا شما به من بگید که شما رانندگی در روز بیشتر دوست داری یا در شب؟ حتما همتون میگن میگید که خب این خیلی سوال معلومیه، آدم در روز بیشتر دوست داره چون میبینه کجا میره، فاصله ها و اینها بهتره. من از سالها پیش رانندگی در شب رو بیشتر دوست داشتم، به چند دلیل که الان برای شما میگم. یکی شب جاده ها خلوت‌تر، این اولیش. دوم شب به نظرم نمیاد کسی داشته باشه با عجله بره سر کار، بله داره کار میکنه داره میره، ولی مثل صبح نیست، کافی این دستش باشه عجله داشته باشه، دیرش شده باشه، ترخی قابونشون اتوبوس مدرسه جلوشی گرفته باشه، حالا عجله و فلان. پس میشه گفت شب هم ترافیک کمتره، هم مردم عجله کمتری دارن، حالا صبر کنید بهتر از اینم میشه، هم آدمای پروفشنال متخصص بیشتر تو جاده هستن. چه متخصصایی؟ متخصص رانندگی. شما نگاه کنید الان سوربی وقتی چشمش ضعیفه دیگه شب که میشه میگه دیگه من نمیتونم رانندگی کنم، یه هتلی یه شهری میزنه کنار، درسته؟ پس رانندایی که ضعف دارن چه از لحاظ دید چه از لحاظ امکان شب و فلان اینا میزنن کنار، یا امیدواریم اینجوری باشه. بعد میمونه راننده‌های حرفه‌ای تو جاده، راننده‌ای که میدونه کی باید بخوابه کی بیدار بشه، معمولا جاده‌ها رو میشناسن، میدونن کجا دست انداز داره، میدونن کجا پیچ خطرناکه و اینها.
و شما اگر بتونید شب رانندگی کنید، شما با یه سری آدم متخصص همراه میشید. جاده خلوتتر، معمولا سرعت ها کمتر میشه، چون چه بخوای چه نخوای هیچ کسی نمیتونه اگر روز 70 تا تو این جاده میرونه شب هم 70 تا برونه، زور بزنه شب 60 تا میرونه. جاده ها خلوتتره، سرعت ها کمتره، ولی باید بلد باشین رانندگی در شب رو. اگه رفتید پشت یه ماشینی چراغ که انداختید، من اصلا تعجب میکنم پشت مثلا یه تریلی یه دیوار به این بزرگی میاد جلو شما، مثل آینه نور شما رو منعکس میکنه. یعنی اینا آمدن از استیل، از آلومینیوم، از یه چیزای براق استفاده کردن که نور رو منعکس میکنه. اصلا این باید غیر قانونی باشه و یه نور شما رو میکنه 20 تا نور. حالا نمیدونم چه قانونی اینجا، DOT هست، Department of Transportation، و خیلی چیزای دیگه هست، ولی چرا این قوانین اینجوری اینجا عوض شده؟ چراغ سیگنال یا توی میگفتیم چراغ راهنما، توی ایران هم میگفتیم چراغ راهنما، چراغ ترمز بود، چراغ راهنما بود، چراغ دنده عقب بود. آمریکا برای که یه دلار تو هر ماشینی استفاده کنن، این چراغ زرد رو برداشتن و چراغ ترمز شما کار چراغ راهنما رو انجام میده و متاسفانه وقتی یکیش میسوزه اون یکی هم کار نمیکنه. خیلی احمقانه است. نگاه کنید دفعه دیگه. یا چراغ به اصطلاح شب و ترمز و راهنما ستاش یکی، یه لامپ کوچولوی دو فیلمان، اگه اشتباه نکنم 1157 هم شمارش بود، و نمیدونم چرا اینو تغییر نمیدن، نمیدونم چرا درستش نمیکنن و الی آخر این ماجرای آن. وقتی هم چی میرین برین بخونید، برید فیلم نگاه کنید، ببینید قانون 4 ثانیه چیه. تو رانندگی میگن 4 ثانیه، یعنی شما اگه میخوای ببینی که فاصلت با ماشین، بعضی ها میگن 250 فوت، بعضی ها میگن 100 متر، بعضی ها تو موقع متر و اینا از کجا داری، میگن باید اینجوری بفهمی چقدر فاصله داری با ماشین جلویی. وقتی که نگاه میکنی یه ماشینی داره رد میشه، مثلا بغل این تابلویی که نوشته واشنگتن 30 مایل، شما این ماشینه از بغل این که رد شد، شما شروع کنید به شمردن 1001، 1002، 1003، 1004، شما باید برسی به اون تابلو. اگه زودتر میرسی شما فاصلت نزدیک، نه متر میخوای نه چیزی. شب داشتم این شارک تنک رو نگاه میکردم، دیدم یه پسری آمده روی بیل شاول متر درست کرده. گفته تا حالا خیلی ها وقتی دارن کار میکنن با بیل و اینا، مثلا بهش گفتن اینجا رو 12 اینچ بکن، وقتی میکنه حالا میره متر میخواد فلان، ولی این کاری که این کرده بود دیگه متر نمیخواد، متر رو خود اینه. یا میگفت میخواد یه چیزی رو کات کنه ببره، میگه خود این بیل مثل یک ته و تخته داشتیم و اونا بچه های هنرستان میدونن چیه، میتونن ازش استفاده کنن برای میجرمنت، یعنی اندازه‌گیری و اینها. در هر صورت خیلی هم مورد تشویق قرار شد، ولی قرار گیره، ولی کسی ازش چیزه رو نخرید، چون اینا اینو درست میکنن که بفروشن یه پولی گیرشون بیاد. این ماجرایی بود که من این 2-3 روز باشون بودم. ولی دو تا چیز جالب دیدم. یکی گروه اولی که دانشجویان جان هاپکینز بودن و رفتن اون مزرعه، هر دو تا، یعنی صاحب این مزرعه، حالا اگه عکساش هم بتونم بهتون نشون میدم، صاحب این مزرعه دانشجوهای این خانم پروفسور بودن. خانم اینا انقدر خودمونی هم، مثلا شما فامیلش یاد نمیدید، یعنی اصلا نمیگه، میگه من اسمم جسیکان، تازه خود دانش آموزا بهش میگن جس. بعد این بهشون زنگ زده بود که شما که رفتین میخواین تجربیاتتون رو گوش کنید و ببینید اینا همه از تجربیات خودشون و دیگران استفاده میکنن، میخواین تجربیات این کارتون رو با بچه های دیگه در میون بذارید؟ اونها هم گفتن بله، بیان روز شنبه و در مزرعه ما اگه دوست داشتن 1-2 ساعت هم کار کنن تا بفهمن هم چه کار مشکلیه، از اون بر بفهمن چقدر خوبه به جایی که صبح تا از پشت میز بشینن از برن تو جیم ورزش کنن، از صبح تا شب انگار اینا تو جیم هستن. و
وقتی رفتیم اونجا اونا توضیح دادن که ما از کارهای کورپریشن و از 9 صبح بیا تا 5 عصر بشین و بعدم که میری خونه دنبال کارهای دیگه و اینا خسته شدیم و آمدیم این مزرعه رو اجاره کردیم. و بعد به اونا میگفت که ما اول هی کارگر استخدام کردیم، دیدیم همه پولامون میره برای کارگر، ماشینای کهنه خریدیم، دیدیم همه پولا تعمیر و ماشین کهنه و اینها، به این نتیجه رسیدیم که هی اینجا رو بیشتر ماشینی کنیم، ماشینا رو هم از بانک وام بگیریم و پولی رو که هی میخوام بدیم تعمیر میدیم قسط اینها، بعدم یه سری ماشین و وسایل نو داریم و هی کارگرا رو کم کردیم. میگه یه زمانی 10 تا کارگر داشتیم، الان خودمون دوتا و این ماشینا کار میکنیم. فقط گاهی که مثلا مجبوریم این کلما و این سیب زمینی ها اینا رو برداریم، اینو دو سه روز کارگرای تمپراری موقتی استخدام میکنیم کمکمون میکنن. خلاصه روز خوبی بود و به شما پیشنهاد میکنم که برید بچه هاتون اگه قرار مدرسه ببرنشون فیلد تریپ و اینها، بعض وقتا میگن پول بدین، بعض وقتا میگن نهارشون رو مثلا 5 دلار 10 دلار همراهشون بفرستین، برای پول مزایقه نکنید و چیز کنید. البته این خانم پروفسوره خرج این بچه ها و اینها رو گرفته بود، از یک کسی پیدا کرده بود، میگن فاند ریزینگ میکنه. خب آقای اکبری سلام به شما، من هفته آینده اینجا نیستم، ولی چه میدونی یه دفعه مینی در زدم اومدم در خونت. اکثر ایشون میگه اکثر تصادفات تریلی های ایرانی در آلمان همین چراغ زدن است که تا الان چندین مورد تصادف به وجود آورده. در ایران چراغ زدن یعنی نیا و در آلمان یعنی بیا و این را راننده ایرانی نمیدونه. خب خیلی خوشحالم که گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب و این. خب آقای تاماس هافمن، من نمیدونم مثلا وسط برنامه ما این فحاشی به زینا تهرانی به خاطر حضور در کنسرت گلزار چه رابطه با برنامه من داره، اجازه بدین پاکش کنم. و دوستان تو رو به جدتون، تو رو به اون خدایی که دوست دارین، این آقای منصور تاییدم گفت، تو رو به ابوالفضل بگو نه آقا جون مادره، بابا رعایت کنین. اگه دو نفر وایسادن دارن مثلا راجع به ختم پدرشون صحبت میکنن، شما الان راجع به عروسی مادرت حرف نزن، دو دقیقه صبر کن بذار موضوع عوض بشه. آمریکایی‌ها یه چیزی که دارن میگن، البته به اشتباه میگن، میگن not to change the subject، ولی subject رو عوض میکنن، میگن نمیخوام موضوع رو عوض کنم، ولی به قول سعید، ولی یه چیزی میگن که در رابطه با اون نیست. بعضیا میگن let's change the subject، یعنی اجازه بدین دیگه این موضوع رو عوض کنیم، حالا یا خسته کننده بوده یا بنزه کافی بود. عزیز من آخه به من چه که خانم زینا تهرانی رفته کنسرت گلزار، یه آقای خواننده ای آمده و توضیح میده، فکر کنم اسمش عباس صالحیه، با آب و تاب که ایشون خواننده است، هنرمنده، آقای گلزار خواننده نیست، هنرمند نیست، و مردم معز پولش میرن. براش نوشتم آقا دروغ چرا، من ویدیو شما رو نگاه کردم ولی دیدم شما فقط داری همش ایراد میگیری و نفهمیدم منظورت چیه. یعنی منظورت اینه که مردم یکی باید مثل شما که خودش خواننده است بیاد بگه ملت من خواننده هستم، اون یکی خواننده نیست و مردم خودشون نمیتونن قضاوت کنن؟ بعد ایشون میگه کس که اون هرپیشش که بعدا نمیتونه خواننده بشه، این مزخرفات چیه آقای اکبر صالحی یا هرچی عباس صالحی یا هرچی اسمته. اینجا طرف گیتار میزده، آقای آدم گیتار میزده، بعد دیده اینایی که موزیک میخونن فلان اینا این خیلی بیشتر بلده، عوض شده چیز شده رفته خواننده شده، خیلی بهتر از اونای دیگه، الان قاضی قضاوت میکنه برای این برنامه وایس و فلان اینها. و متاسفانه ما مشکل داریم، حالا خود این آقا که گویا 15 سال در بانک کار میکرده، میگم با آب و تاب اصرار داشت که به مردم بگه که اون گلزار خواننده نیست و این خواننده است. اوکی آقا حالا شما خواننده هستی، کنسرت بذار، مردم که میان میفهمیم چند تا هستن چند تا نیستن. ممنونم از آقای خورسندی، فکر کنم آقای خورسندی ویدیوهای ما رو شیر میکنه. دوستان ویدیوهای ما رو شیر کنید با دوستانتون، با دشمناتون، با
با دوستانتون که بیان اونا ببینن شما چی دوست داری، با دشمنانتون که اونها زجر ببرن. و اما بارندگی و چراغ گفتم، جابجایی وسایل، دوشک، وسایل خونه و اینها رو گفتم، قانون 4 ثانیه رو گفتم. اگر در قانون 4 ثانیه فاصله از ماشین روبرو جلویی شما مشکل دارین، ویدیوهای هست توی یوتیوب که اینها رو بهتون نشون میده. بعد این نور بالا به غیر از این که باید مواظب باشین که پایین باشه، یکی دیگه فاصله است. شما وقتی که پشت یه نفرم پشت یه ماشین دارید رانندگی میکنید، سعی کنید فاصلتون رو رعایت کنید، چون وقتی فاصله رو با اون ماشین جلویی کم میکنید، اون بجز این که یعنی به غیر از این که حالا تندتر نمیره که فاصله زیاد بشه، یکم نگران میشه یواشتر میره. پس شما تیلگیت میگن اینجا، با تیلگیت کردن و رفتن در کون ماشین جلویی باعث میشین که اون یواشتر بره. یکم فاصله بدید، بعد اینجوری نرید. وقتی اینجوری، و خدا من دیروز 2 ساعت وقتی از ریچمون میمدم اینجا، نگاه کردم دیدم یه ماشینی 20 بار 10 بار اینجوری کرد، بعد تازه اول جلو من بود، بعدم تو آینه من میدیدمش. طرف جی گوردن لیدی گفت احمق، ترافیک این موقع بعد از ظهر کششش 45 مایل پر آور، یعنی 45 مایل در ساعت، و دلیلی که کمه وجود احمقایی مثل توی که هی اینجوری میکنن. ما هی باید برای اونا ترمز بزنیم. ما داشتیم 50 تا میرفتیم، ولی یکی میاد جلو اون میکنه 45 تا، تو میری جلو اونوری اون 50 تا هم میکنه 45 تا. اینم از این ماجرا. در هر صورت من همونجوری که بهتون گفتم چهارشنبه برنامه ندارم و جمعه یا شنبه، چون با دوستمون که صحبت کردیم و قراره یه برنامه رو بذاریم و یه استودیو کوچولویی برای دوستان درست کنیم و اینها، گفت که جمعه اگه باشه بهتره. ما هم سعی میکنیم هر جا که هستیم خودمون رو جمعه به این دوستان برسونیم و یه برنامه نقلی تمیز، حالا ممکنه اینجوری 20 تا 30 تا تلویزیون پشتش نباشه، مهم نیست. شما منظورتون اینه که منو ببینید یا این عکس رو ببینید، بذارید نشون تو بدم، یا یه عکس مثل اینو ببینید یا سوربی رو ببینید. این اصل برنامه ما اینه، هیچی نیست اون پشت. میگن مثل آدامس که هرچی میجویی هیچی نمیره تو شکمه. اینم نوه ما آمده مهمونی اینجا، بنده خدا هنوز 2 ماهش نشده و بچه هستن دیگه. تو آمریکایی خیلی جالبه، وقتی میخوان بگن خیلی خوب خوابیدم، میگن رفتم خونه مثل یک بیبی خوابیدم. در یکم نگاه میکنه میگه آقا بچه ها که 1 ساعت بخوابن بعد بلند میشن گریه میکنن، شیر میخورن، 1 ساعت دیگه میخوابن گریه میکنن، زیر پاشون کثیفه و الی آخر. در هر صورت گفت تا گوساله گاو گردد دل مادرش آب گردد. دختر من هفته پیش میگه قبول نیست، شما به ما کلک زدین. گفتیم چه کلکی به شما زدیم؟ گفت شما به ما نگفتید بچه بزرگ کردن انقدر سخته. و ما هم رفتیم و یکی که هیچی دوتا و اینها. گفتم خب حالا اگه شما میخوای ببینی چقدر سخته، همین دوتا بچه رو وردار با دندون ببر یه کشور دیگه، نگران باش که فردا چی میشه و اینها. تازه به غیر از اون، بنده وقتی از ایران اومدم دختر داداش من با من بود، اونم یه دختر 7-8 ساله ای که باید مسئول مدرسهش باشه و اینها. ولی چی بگم، حالا یا خدا پدر مادر همسرون بیامرزه، یا اینکه واقعا دستش درد نکنه. بالاخره هم بچه خودمون رو بزرگ کرد، هم بچه داداشمون رو بزرگ کرد. و هیچ وقت هم چه زن داداش ما چه داداش ما نیومد بگه خیلی ممنون، حالا چه به مادرم چه به این چند سالی که دختر ما ایران بود بعد آلمان بود و اینها، شما این زحمت ها رو کشیدید خیلی ممنون. گرچه آدم وقتی یه کاری میکنه نه با توقع تقاضات به اصطلاح انتظار تشکر و اینها رو داشته باشه، ولی با همه اینها بازم آدم از خودش میپرسه خب پس این معنی آدمیت چی شد، کجا رفت؟ یه شعری بود به نام آدمیت، اگه کسی پیداش کرد برای من بفرسته. خب دوستان عزیز، دوباره مثل دفعه قبل
این ور نوشته ها پیدا نمیشه، من فقط یه 207 میفرستم. بله حالا که فرستادم پیدا شد. اینم هر چیزی یه تریکی داره. 207 شماره جیمز باند بود و پشت کلتش هم اینجوری هفت و پشت اون می‌نوشتن. اکثر تصادفات آقای اکبری رو اینجا هم می‌بینم، خیلی خوشحالم که ایشون هست. دوستان دیگه هم هستن، آقای مانی خورسندی و دوستان دیگه هم هستن که اینجا مثلا من نمی‌دیدم، و آقای برومندم هستن، آقای ابراهیمی هم هستن. برنامه آقای سیاوش آذری رو داشتم نگاه می‌کردم، یکم دلم سوخ و بنده خدا از ما مسن‌تره و اینا یه دفعه یه چیز جدیدی از اون بالا افتاده به نام اینترنت، به نام فیسبوک، و اینا نتونستن خودشونو باهاش تطبیق کنن. میبینید مثلا یکی دیگه از اون آقای مطیعی با وجودی که تو کار رادیو تلویزیون و روزنامه و اینها بوده، اول میاد دوربینش رو روشن میکنه، همه کاراش میکنه، بعد یه دستمال، اونم دستمال حوله‌ای برمی‌داره دماغش رو فین میکنه که طرف میگه آقا مردشون قیافت رو ببر، خب فینتو قبل از برنامه بکن. اینا دیگه چیزایی که باید اون طرف سلیقه و ظرافت این کار رو داشته باشه، برنامه های دیگران رو نگاه کنه. یادم آقای انصاری این برنامه حزب حق رو که میفرسته که الان به هشتمیش رسیده، چهارمی یا پنجمی بود برای من فرستاد، گفتم آقا شما اول از اینجا شروع کردید. دوستان نگاه کنید فاصله من با این بالای تصویر دو تا انگشت. بعضی از دوستان دیدید اینجوری نشستن اینجا، آقا خوب فیلمای دیگران رو نگاه کنید. ببینید من الان صورت من اومده وسط تصویر، درسته؟ تو کار ویدیو میگن شما این تصویر رو به سه قسمت تقسیم کنید، سر شما باید تو قسمت بالایی باشه، این صندلی بیاد بالا، سر شما باید تو قسمت بالایی باشه، قفسه سینه و اینها باید تو این قسمت وسطی باشه، این دستای شما تو این قسمت پایینی باشه. ویدیوی آقای سیاوش آذری نگاه کنید، میاد بعد میگه حالا اومدم مریضم هستم، خب هاشم جان من این هاشم رو میشناسم، بله نه نه خیر، بله بله بله، اصلا آدم خندش میگیره. یاد فیلم های صمد، اون باقرزاده، اینا عین الله باقرزاده و اینها میفته. اونا به اصطلاح درسته که داشتن اون گروه چیز رو یه جوری مسخره میکردن، ولی داشتن نشون میدادن که هم چیزایی هم جزو جامعه ما هست. حالا این آدمایی که ادعای روشن فکری میکنن، آقا کلاس های مختلف هست، برید 3 ساعت 2 ساعت این کلاس ها رو ببینید، بهتون یاد بدن چه کار کنید. من ویدیو دارم میگه خانم آقا این علنگو، انگشتر، دستبند، اینا رو در بیار. کی بود یه انگشتر بزرگی دستش بود، هر وقت میزد دستش رو میز این انگشتر میخورد اینجا تاق 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 صدا میداد. یا حتی توی بعضی از فیلم ها این برنامه شون که تموم میشه، دفعه دیگه نگاه کنید، مثلا اگه سی ان ان نگاه میکنید، ورف پریتسه یا اون آقای چیز هم بود، این کاغذهاشون رو ور میدارن اینجوری میزنن رو میز، طرف میگه آقا این کار رو نکن. اونی که تو خونه نشسته عادت کرده به صدای آدم، یه دفعه تاق 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 انگار یکی داره در میزنه. بگذاریم، خب بریم سراغ چیزایی که براتون گذاشتم. باز امروز از خانم جیلانی دعوت کردم با ما باشن، بنده خدا سر کار بود و ایشون گفت حالا که شما داری میگی چهارشنبه برنامه نداری، اگه جمعه برنامه گذاشتی شاید توی برنامه جمعه یا برنامه شنبه که برنامه ویژه هست و به اصطلاح سورپرایز هم هست، شاید توی اونها باشه. خب اینم از این. و اما بیایم اینجا، آقای آریانپور درباره برنامه آقای لادن یه چیزی نوشته بود درباره مبلغ پولها، درباره تاریخ و اینها، و آقای لادن هم بهشون پاسخ داد. حالا در اولین برنامه که با آقای لادن خواهیم داشت، البته گفتم حالا من نیستم، بعد آقای لادن میره پاریس، بعد احتمالاً هفته بعد از 16 اینها نیمه دوم نوامبر باز با ایشون خواهیم بود و درباره اون آدرس پاریس و ساعت و محل و اینهاش هم از ایشون میخوام که
برامون یه چیزایی بفرستن، به اصطلاح اینفورمیشن یا اطلاعاتی بفرستن، چون گفتن عمومی هست در اختیار دوستان بیننده و شنونده قرار بدیم و از اونام بخوایم که برای دیگران بفرستن، اگه کسی میخواد واقعا مایل هست بره و صحبت کنه. در همین رابطه آقای تیمسار آریانپور برای من نوشت که ببخشید که من مزاحم شدم، ولی این خیلی جالبه که ما ایرانی ها حتی دوستانی که با حسن نیت میخوان تاریخ و اینها رو بگن، یه مقداری از لحاظ سند، مدرک، سال، تقویم اینها به اشکال برمیخوریم. من خودم فکر کردم، چون یه دفعه این برنامه های پول و اینها بود، گفتم که بهتره مثلا طرف بگه آقا مبلغ زیادی پول آوردن، چون مبلغ دقیقش رو اگه بخواییم بگین هیچ مبلغ دقیقی شما پیدا نمی کنی. چون نه تاریخ نویس صادقی داشتیم، اگه تاریخ نویس صادقی هم داشتیم از کجا اطلاعات صحیح اینا باید بگیرن. حالا ایشون برای من نوشتن که با پوزش فراوان باز هم مزاحم شدم، علم تاریخ نه تنها به مسائل نظری و فلسفی تکیه دارد، بلکه با انواع فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، آموزشی، پرورشی، تبلیغاتی و غیره نیز در ارتباط است. برخورد تجربی به رویدادها و مسائل تاریخی پژوهندگان را از خودسری و انحراف باز می‌دارد. تاریخ نگار پژوهنده ضمن بررسی مسائل گذشته میتواند پاسخهای مناسبی برای مسائل زمان خیش ارائه کند و به نتایج آموزندهی دست یابد. آیا بررسی حاکمیت خودکامه کسانی چون چنگیز و تیمور و استالین و هیتلر که در گذشته صورت گرفته است پاسخی برای مسائل روزگار ما نیست؟ بیگمان در کره خاکی ما تنی چند از دولت مردان جهان درس‌های عبرتی از گذشته آموختند. بسیاری از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی روزگار ما حاصل آموخته هاست، مگر احزاب و گروه‌های متعددی که در جهان پدید آمدند فعالیت‌های خیش را بر پایه درس‌های گذشته و آموخته‌ها بنا ننهادند. مگر جمهوریت در یونان و روم باستان الهام بخش رهبران انقلاب کبیر فرانسه نبوده است؟ علم تاریخ به آدمیان درس فعالیت و احساس مسئولیت در برابر اعمال و رفتار خیش را می‌آموزد. میزان مسئولیت افراد جامعه به یک میزان و یک اندازه نیست، اگرچه حدود مسئولیت ها متفاوت است، اما افراد جامعه نیست تا اندازه‌ای مسئولند. شاید گروهی خود را از مسئولیت ها مبرا بدانند یا بشمارند، ولی تاریخ افراد به ویژه دولت مردان را مسئول شناخته است. اینم از این. بله، به کی بگم برنامه شما را ببینن؟ بگو برنامه شما را ببینن. منظورتون آقای سیاوش آذریه. آقا اگه گفتیم که میگه بابا من با جیپ رفتم، صداشم یکم اینجوریه، رفتم خبرنگار مخصوص شاه بودم، رفتم اونجا و آنتن نداشتیم، ما رفتیم بالای جیپ یه سیم وصل کردیم آنتن درست شد. هر کدوم از اینا یک کار کوچولی انجام دادن، فکر میکنن که شق القمر کردن یا شاخ قول رو شکوندن و به خاطر این کار تا آخر عمرشون همینجور آویزونن به اون کار که انجام دادن و نمیخوان یاد بگیرن. آقا شما مگه جرأت داری به یکی از اینا که 50 سال پیش از دم رادیو تلویزیون رد شده یا باباش تو رادیو تلویزیون کار میکرده بگی آقا بچه تو دانشگاه الان شما میری شنبه مجانی یادت میده که چجوری ویدیو بذار، چجوری بدون اینکه سپایه داشته باشی از کتاب استفاده کن، بذار زیر تلفنت، بذار زیر لپتاپت و بدون اینکه نور درست حسابی داشته باشی از دریچه از نور استفاده کن. یکی از مشکلات بزرگ ما وقتی با دوستان میخوایم تماس میگیریم این نور پشت سره. همه مثل اینایی هست که تو فیلمایی که طرف یک کاری کرده یا دوز بوده، جزو باند بوده، جزو گنگ بوده، نمیخواد شناخته بشه، یا اینکه آدم خوبیه نمیخواد شناخته بشه که اونا بیان بهش صدمه بزنن، اینجا بهش میگن سیلوئت. سیلوئت همون سیاه قلم خودمونه، یه جوری پشتش نور رو چنان زیاد میکنن
که اون نور زیاد این رو به صورت یک شبح نشون میده و سیاهه. میگم آقا شما رفتی نشستی پشت پنجره، جلوت هم که نور نداری، الان که نور هست ما شما رو سیاه میبینیم، دو دقیقه دیگه که آفتاب رفت دیگه اصلا نمیبینیمت. آخه اقلن از این وری بشین، من اینجا نشستم، این دو تا پنجره اینجاست، اصلا باور کنید دو تا چراغ رو خاموش کردم، چه نوری میتونه به جای این نور دیلایت رو بگیره؟ اصلا شما میری چراغایی که میخری چراغ گرونتر میخری که نورش مثل نور بیرون باشه، مثل نور آفتاب باشه، بهش میگن دیلایت بالب، چراغایی که نور آفتاب بهتون میده. بله خیلی ممنون، آقای نیساری هم اینجا هستن با ما هستن و سعی میکنیم که به زودی با آقای نیساری هم یه برنامه و صحبتی داشته باشیم، ببینیم که ایشون و دوستانشون در چه حال هستن و آقا چرا هیچ برنامه نیست، چرا هیچ کدوم از این دوستان، احزاب، جنبش ها کسی نیست که بگه آقا ما آینده میخوایم این کار انجام بدیم. امروز یک کسی هست برای من برنامه های مجاهدین و وقتی زنده است میفرست، اینا که زنده و مرده شون فرق نمیکنه، ولی طرف اومده و نشسته و میگه آقا شما نمیدونی این جنبش عراق که شروع شده دیگه آخوندا. میگم آقا انگار شما خبر نداری، اولا اگه شما اینقدر باور داری آخه پدر سوختی دروغگو، چرا بلند نمیشی بری ایران، چرا بلند نمیشی بری همون عراق؟ بعد اون مجاهدم نشسته، پس آقا پسرم رفته موهاشو رنگ کرده، خیلی هم احساس خوشتیپی میکنه، میگه بله بله دیگه الان پلیس هم، الان دیگه ارتش هم به عراقیان پیوست. بدبخت زدن مردم رو خاموششون کردن، ساکتشون کردن. و شما که عراق بودین چه تاج گلی به سر عراقی ها زدید که حالا که آخوندا اونجا هستن. روزگار غریبی است نازنین. خب باز بریم سراغ این برنامه های لایو ببینیم براتون چی گذاشتیم. میگه که این آقای ترامپ که تصمیم گرفت رزیدنسی یا محل اقامت خودش رو از فرانکفورت از نیویورک تبدیل کنه به کجا؟ به فلوریدا، منظورم فلوریدا بود گفتم، به فلوریدا، فکر میکنه با این کار دادستان نیویورک دست از سرش بر میداره. میگه پرزیدنت ترامپ not immune، immune مثل همون مسئول، مثل نداره خودش. بذارید بهتون نشون بدم این نوشته رو. بله اینجا نوشته دیلی نیوز، اینم این و تو صفحه الان باید ببینید پرزیدنت ترامپ not immune from Manhattan district attorney demand for tax returns appeal court. میگه که با وجودی که این اپیل هم فرجامه، با وجودی که فرجام و اینها انجام داده ولی مسئول نیست، در امان نیست از دست این دیستریک اترنی یعنی دادستان منطقه. و حالا ببینیم اینا زورشون میرسه یا این انقدر هی به تعویق میندازه تا اینم از بین بره. و اما میگه ایران گام چهارم کاهش تعهدات برجامی از پیش اعلام نخواهد شد. یعنی حالا دیگه ایران برگ برنده رو گرفته دست، میگه خب حالا که شما به تعهدات خودتون عمل نکردید، از جمله با آمریکا شروع شد، اون اروپایی‌ها هم به اصطلاح خیلی چیز نکردن، ما هم هیچ تعهدی نداریم. و جالب اینه که قبلش اعلام میکرد که ما حالا چه کار میکنیم چه کار نمیکنیم، میگه الان دیگه اینو یورو نیوز میگه، میگه گام چهارم رو اعلام نمیکنیم. علی ربیعی روز دوشنبه 13 آبان همین امروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم تأمین منافع ایران گام چهارم کاهش تعهدات برجامی در چه سطح عملیاتی می شود یا در چه سطحی عملیاتی می شود، گفت اجازه دهید همان روزی که کاهش تعهدات برجامی اعلام می شود خود رئیس جمهوری اعلام کند و پیش اعلامی نخواهیم داشت و در روز و ساعت مقرر آقای روحانی جزئیات آن را اعلام خواهد کرد. به زبان ساده یعنی ما نه فقط اپوزیسیون و اپوزیسیونمون بی برنامه است، حکومت ایران هم
از اون ور بی برنامه از خودشون هم نمیدونن چی کار کنن. همین ظریف یه نامه ای دارم که خبری دارم که نوشته بود، ظریف گفته که تو ایران اینقدر پولشویی انجام میدن. این مقاله رو هم بخونیم، در رابطه با آلمان و وجود خارجی ها و اینها هست. میگه که کارشناس مهاجرت گفته، این عکس شما ببینید، کارشناس مهاجرت گفت تا 20 سال دیگر از هر آلمانی یک نفر مهاجر خواهد بود. حالا اینایی که این اولا این جایی که نوشته هافنهاوس و اینها یه جای معروفیه، تو مونیخ هم هست، لاس وگاس هم هست و من پارسال هم که رفته بودم مونیخ همینجا عکس گرفتم و یه جایی همجون قدیمی نگهش داشتن، چیزای مخصوصی هم نداره، همون سوسیس داره و پوتیتو و گوشت داره، گوشت ماهیچه بزرگی داره که آلمانی ها میخورن. میگه که بر اساس پیشبینی یک کارشناس مهاجرت در آلمان که این آمار را داده است، نسبت فوق در شهرهای بزرگ مانند فرانکفورت به 70% جمعیت نیز خواهد رسید. یعنی دنیا دیگه این نیست که شما مثل ترامپ نادان و شالاتان بگی من میخوام مثل بلژیک باشم، من میخوام مثل نروژ باشم. نروژ و نمیدونم بلژیک و سوئد و اینها هم یه سوئیس و اینا هم به دلیل سردیش فعلا این ماجرا اونجاها اینجوری که باید شاید نرفتن، ولی تمام دنیا تحت شعاع این مهاجرت و حرکت این افراد و اقوام بوده. دلیلش هم اینه که اینا چون از جاهای فقیر میان، اولا داشتن بچه یه نعمت، حتی تو ایران میگه آقا چرا اینقدر بچه داری، میگه میخواستم وقتی پیر شدم دستمو بگیرم. حالا تو آمریکا اگه گفتی میگه آقا من اگر دو تا بچه داشت باشم باید براشون دو تا ماشین بخرم، پول ندارم باید دانشجو. یعنی اینا از الان فکر میکنن ما نداریم، ایرانی یا قدیما تو هر حال دهی ما هر جا بوده فکر میکردن این بیاد بعدن کمکمون کنه. ببین درست 180 درجه برعکس همدیگه است، منطقی که اون داره و منطقی که اون داره. از یه طرف دیگه اگه طرف مذهبی باشه، که بیشتر اینها مذهبی هستن، باور به کنترل خودشون و کنترل جمعیت ندارن. فرزند کمتر خانواده بهتر نیست. همون خود شاه هم که این شعار مسخره را انداخت، فرزند کمتر خانواده فرزند کمتر آسایش بیشتر، خودش بیشتر از همه ایرانی‌ها بچه داشت، بچه‌هایی که میدونیم و بچه‌هایی که نمیدونیم. آخوندام که الان جایزه میذارن میگن شما بچه دار بشین، چون اینا میخوان هم قدرت داشته باشن. شما وقتی سرباز و نفرات و آدم داشته باشین، همین کشور هم همین جوریه دیگه، یک کشور 300 میلیونی کلن به کشور 100 میلیونی بیشتر چیز میکنه. حتی اگر یک کشور فقیری مثل هندوستان باشه یا چین که این همه بدبختی داشتن، الان همون جمعیت زیادشون یه جوری باعث پیشرفتشون شده، ولی خب متاسفانه به خاطر همون فلسفه کمونیست و اینها همین جوری عقبن. ضمناً هنگ کنگ هم که بعد از چندین ماه هنوز با همون حال اوضاع داره پیش میره و مثل که به نتیجه مطلوب یا قاطعی نرسیدن که بگن بله دیگه آقا اون قانونی که گفتیم اینا رو پس بفرستیم به چینا ملغا بشه و اینها، هنوز چیزی رسمی نشده. بله، رئیس جمهور که از پرداخت مالیات فرار میکنه، رئیس جمهور وقتی از پرداخت مالیات فرار میکنه، وای به حال افراد خلاف. این مردک با افتخار توی برنامه‌هاش گفت که من چون باهوش هستم مالیات نمیدم. یعنی یه جوری میگفت که قانون به ما امکان میده، اینجا بهش میگن لوپ هول، دور بزنیم قانون رو. و مثل اونایی بود که میخواستن تو خیابون ورود ممنوع برن، عقب عقب میرفتن. اینم میگه من این کارا رو کردم و همه میگفتن لابد قانون رو میشه عوض کرد، افراد اینجوری رو یقشون رو بگیریم. ولی متاسفانه وقتی اینا سر کار هستن میان قانونای بد رو بیشتر میکنن که خودشون بیشتر بتونن راه فرار و دزدی و چپاول و فساد داشته باشن. ولی ترامپ از لحاظ منتالی، از لحاظ عقلانی و روحی
الان در شرایط بدی قرار گرفته، چون حتی ریپابلیکن ها جمهوری خواه ها بهش گفتن که تو خیلی کارهای گند زدی و الان مواظب باش، اینجوری ادامه بدی ما هم کپیتال از دست میدیم، هم سنا رو از دست میدیم و هم وایت هاوس از دست میدیم. در آمریکا چندین بار این اتفاق افتاده که وایت هاوس دموکرات بوده، رئیس جمهور، مجلس دست دموکرات ها بوده، سنا هم دست دموکرات ها بوده، یا برعکس همه دست ریپابلیکن ها بوده. میگن در سال 2020، سال آینده، ممکن این اتفاق بیفته به خاطر کارهای بدی که ترامپ انجام داده. مردم ممکنه به ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها کمتر رای بدن و هم وایت هاوس و هم مجلس سنا اونها هم بیفته دست دموکرات ها. خب خانم طنازی میگه در سوئد بسیارند در متروها و خیابون میخوابند. کیا؟ همین مهاجرین. من تو فرانسه هم که بودم دیدم تو فرانسه هم خیلی ها بودن و از اون پسر دوستمون سوال کردیم، آقا رامین گل، گفتیم که اینا دیگه چی هن؟ هوملس هن؟ گفت نه، اینا مال کشورهای دیگه هستن، خیلی هاشون هن مثل کولی های خودمون، اینجا بهشون میگن جیپسی. گفت اینا کمک های دولتی هم، وقت دولت میگه آقا بیا تو چرا خوابیدی پشت این فروشگاه، برو تو این آپارتمانه، میگه من نمیخوام. اینم باید به اصطلاح راهی بشر براش پیدا کنه، الان که قرن 21مه، 2100 سال چقدر از این گذشته، هنوز نتونستن. ضمن اینکه ما میدونیم نه این تاریخ 2000 و نه 2500 ساله شاه و نه 3000 ارمنی چیزا و زرتشتی ها و نه 5000 کلیمی ها، هزاران هزار سال، شاید میلیون ها سال این زندگی تداوم داشته و بشر هنوز خیلی چیزای ساده رو نتونسته حل کنه. خب بله، نظر شما کلن راجع به این مسائلی که ما تا حالا گفتیم چی هست؟ و اما هلند دومین کشور عضو شنگن است که قوانین جدید درخواست ویزا را اجرایی میکنه. خب میدونید که این چیزایی که دولتایی که وقتی شما شنگن داری، اروپا هم که میره میگه پاسپورت شنگن ای بر، پاسپورت های دیگه اون بر باشن، اینا اصلا مثل که بین خودشون میرن و میان، احتیاج به ویزا و اینا هم ندارن. ولی میگه هلند دومین کشور عضو شنگن است که قوانین جدید درخواست ویزا را اجرایی میکنن. یادم یه تبلیغایی تو تلویزیونای ایرانی میذاشتن، میگو بیاین فلان جا اینقدر پول بدین، نمیدونم بهتون ویزای شنگن هم میدیم، پاسپورت با ویزای شنگن هم میدیم. راست یا دروغ من نمیدونم. هلند به دومین کشور عضو منطقه شنگن تبدیل می شود که قوانین جدید درخواست این ویزا را در دستور کار قرار داده است. اولین کشور اروپایی عضو منطقه شنگن سوئیسی بود، شنگن سوئیسی بود که البته عضویتی در اتحادیه اروپا ندارد. تارنمای اداره مهاجرت هلند در اطلاعیه تایید کرده است که از اول فوریه سال آینده میلادی درخواست ویزای شنگن بر طبق قوانین مورد تصویب اروپایی در این کشور لازم اجرا خواهد شد. یکی از مهمترین تغییرات در روند کسب ویزای شنگن زمان شروع اقدام به درخواست نسبت به زمان مسافرت است. لابد یه چیزی داره مثلا میگه 2 ماه قبل از مسافرت، 3 ماه قبل از مسافرت. دوستان عزیز، همونجوری که هفته پیش بهتون گفتم در اروپا ساعت تغییر کرد، در آمریکا یک شنبه دیروز ساعت تغییر کرد و خیلی جالبه، آمریکایی‌ها ساعت که عوض میشه اصلاً به هم دیگه نمیگن به وقت جدید یا وقت قدیم. من تنها همینایی که گفتم دیروز، این دانشجوهایی که جزء استودنت افیر بودن، آمده بودن و جزء ویرجینیا کامنولث یونیورسیتی بهش میگن VCU بودن، اینها از روز قبل گفته بودن 8:30 صبح، بعد گفتن 10 صبح، بعد یکی از دبی زنگ زد، یکی از قطر زنگ زد. اینا اشتباه کردن ساعتا رو و نمیدونستن ساعت شما عقب رفته، میشه به جای چیز 9:30 اونجا باشین؟ خلاصه به هر انواز ننواز، شل کن صف کن، ویشی باشی،
برنامه اجرا شد، اینها رفتن بازدید موزه ها، بعد از اونجا هم رفتن ریچموند و امروز در ریچموند، چون میدونید ریچموند پایتخت یا مرکز ویرجینیا است و از اونجا هم تا جمعه کلاس های مختلف و اینها و برمیگردن به کشورهای خودشون. اینا وقتی میرن این ورور، اگه یه هفته میرن باور کنید قد یک سال، قد 6 ماه سر کلاس درس نشستن چی یاد میگیرن. سفر وقتی میگن آدم رو پخته میکنه، همینا. دیروز داشت صحبت میکرد، یکشون حالش بد شده بود، بایستده بود والگرین دوای موشن. این یکی زنگ میزن و حالا هرکی مسیج بزن میخواست بگیره شماره آشناس 312، ولی بزنید مسیج بذارید. دوستان اگه زنگ میزنید یک کس جواب نمیده، مسیج بذارید، به قول آمریکایی ها دیته مشروع، مسیج بذارید ولی کوتاه. زنگ زدم این کارو داشتم، شما الان که شما نبودین هم نمیخواد، چون نبوده که جواب بده، یا اگرم هست نمیتونه جواب بده. اینایی که زنگ میزنن قطع میکنه، دوباره زنگ میزنن قطع میکنه. من اگر یک کسی 20 بار زنگ بزنه قطع کنه، جوابش نمیدم. اگه گفتید چرا؟ چون بدآموزی میشه. این میفهمه که اگه مسیج نگذاره همینجوری زنگ بزنه، بالاخره شما رو عاجز میکنه، شما بهش زنگ میزنید. وقتی که پیغام گذاشت بعد بهش زنگ میزنه، میگم مسیج شما رو گرفتم، بفرمایید. مسیج هم که میذارید این کار زشتیه که سوربی جان زنگ زدم نبودی به من زنگ بزن. آقا سوربی جان زنگ زدم میخواستم ببینم تو این جمعه میتونی بیای 10 دقیقه فیلم برداری کنی، اونم خودشو حاضر کنه برای دروغ گفتن. دروغ لازم نداره. نه آقا نمیتونم بیام، جای دیگه هستم. خب این هم از این ماجرا. برگردیم ببینیم نظرات شما چیه. و هلند رو هم خوندیم. دیدبان حقوق بشر گفت عربستان همزمان با اصلاحات دگر اندیشان را سرکوب میکنه. اینا هم میگن معجون عجیبیه. وقتی که یک کشور عقب افتاده ای میاد، یه نفرم مثل این بن سلمان میخواد یه قدمی پیش ببره، یه دفعه میبینی از تو آسینش تبر و خنجر در میاد، قاشقجی رو میکشه. اتفاقا یه آقای علی جوانمردی بالاخره یه حرف درست زد توی این همه حرفای نانسنس. گفت که آقای زم با وجودی که ماها باش مخالفیم، ولی یادتون باشه اون کاری که جمهوری اسلامی کرده، اینو برداشته دزدیده برده، این کار درست نیست. و اونایی که میگن خب این چرا رفته عراق، چرا فلان، هر کسی حق داره هر جا میخواد بره بره، ولی اونا نباید این کار انجام بده. و من یک کمی از خودم سوال کردم، یعنی مثلا ایشون حتی اسم قاشقجی رو آورد که این آقای جمال قاشقجی بله حق داره بره سفارت عربستان در ترکیه، ولی آقا شمایی که به عنوان خبرنگار، شمایی که به مردم میگی اینا دیکتاتورن، اینا آدم کشن، اون وقت خودت با پای خودت میری تو دامشون. خب یه کمی هم ما باید به عقل سلیم شما شک کنیم. آقای زم که اینقدر از آخوندا بدی میگه، از بابای خودش گرفته تا دیگران، بعدن یه دفعه برای پول 15 میلیارد نمیدونه میلیون دلار میلیون یورو بلند میشه، گول اون خانمه رو میخوره، عکس گذاشتن اونجا و اینها. خب این باید به عقلش شک کنید. و بلا فاصله وقتی به عقلش شک کردین، دیگه به حرفاش شک میکنین. حرفاش چی بوده؟ یه مشت مزخرفی که اونا هی دروغ تحویلش دادن، هی اینم گفت، هی اینم گفت. برنامهش چی بود؟ هیچ. آقا تلویزیون آمد، نیوز، رادیو، نمیدونم بیان، آقای ویژن فرهودی و آقای زم، برنامهشون چی بود؟ چه روزی میخواستن قیام کنن؟ چه روزی میخواستن حکومت رو زیر رو کنن؟ چه روزی شما قرار شد پاشین برید ایران؟ الکی بی خود، کارای الکی بی خود هم نتیجهش این میشه. دیدبان حقوق بشر گفت عربستان همزمان با اصلاحات دگر اندیشان را سرکوب میکنه.
نهاد بین المللی دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز دوشنبه امروز منتشر کرد آورده است که حکومت سعودی ضمن سرکوب آزادی خواهان و دیگر اندیشان با انجام برخی اصلاحات اجتماعی به نفع زنان در واقع روی اعمال سرکوبگرانه خود سرپوش می گذارد. اصلاحاتی نظیر اجازه رانندگی زنان و لغو برخی محدودیت‌ها برای حضور زنان در جامعه از حدود 3 سال پیش، یعنی از زمان آغاز ولیعهدی محمد بن سلمان، به مرور در عربستان اجرا شد. ولیعهد 34 ساله عربستان با اعلام این اصلاحات تلاش کرده است تا تصویر خارجی از کشور خود به عنوان یک جامعه سنتی اسلامگرا و به شدت بسته و منزوی را تعدیل کند. اما دیدبان حقوق بشر در گزارش 62 صفحه خود میگوید که مقام‌های سعودی در پشت پرده این اصلاحات روحانیون و دانشگاهیان منتقد، کنشگران حقوق بشر و حقوق زنان، بازرگانان تراز اول و حتی برخی از اعضای خاندان سلطنتی را به شدت سرکوب میکنند. در این گزارش آمده است ادعایی در مورد شکنجه و بدرفتاری های بی حد و حصر نیز مطرح شده است. این هم از عربستان. دوست شماره 1 آقای ترامپ. چرا میگیم دوست شماره 1؟ برای که اولین کشوری بود که بعد از اینکه این رئیس جمهور شد رفت اونجا. و اما صحبت از داعش هست. دیروز یه برنامه هست اینجا، آقای فرید زکریا، گلوبال پابلیک سکوئر GPS، حتما نگاه کنید. با اون آقای جنرال پتریوس که بعضی ها میگن ایرانی بوده مادرش فلان، نه مهم نیست، با اون یه مصاحبه کرد و جنرال پتریوس گفت که مثل این میمونه، ترامپ این کاری که انجام داد مثل این میمونه شما توی سینما نشسته باشی، شما بلند شی بری خونه، آقا شما که رفتی که فیلم تموم نشده. میگفت این داعش همچنان ادامه دارد. و اما بلژیک و بریتانیا گفتن اعضای اروپایی داعش باید در عراق و سوریه محاکمه شوند. معمولا کشورها میگفتن باید اون قانون استرداد مجرمین باشه، اینا بیان در کشورهای مطبوع خودشون، که همون یه جورای هم کپیتالیسیون این بشد. ولی الان اینا گفتن نه، در کشور عراق. اینا میدونید چرا؟ چون اونجا میتونن شکنجه کنن، اونجا میتونن اعترافات راست و دروغ بگیرن. نمیخوام طرفداری از داعش کرده باشیم، ولی اینا رو اگه تو کشورهای اروپایی مثل آدم محاکمه کنن، بعضی از اینا اصلا عوض میشن. اینا رو اگه آموزش بدن بعضی هاشون عوض میشن، ولی به این وضع اگه نگه دارن، این وقتی آزاد شد که میاد تا شما نگاه کنید. حالا من یه عکس رو بهتون نشون میدم، نگاه کنید و این عکس رو ببینید. این در زندانه. اولا مأمور زندان مجبور صورت خودش بپوشونه که خودش و خانوادهش به اصطلاح امن باشه. بعد حالا در واز کرده، این آدم ها رو نگاه کنید، از لحاظ لاغری و به اصطلاح سوء تغذیه و اینها، در صورتی که یک نوشته ای رو من سالها پیش خوندم که خلبانای آلمانی وقتی دستگیر شده بودن باهاشون اصلا بدرفتاری نمی کردن و توی مجموعه ای اینا رو می بدن، فیلمایی که اینا وقتی بمب می ریختن مردم چجوری می شدن و اینها نشونشون می دادن. اینا اونجا حتی شروع می کردن گریه می کردن، زاری می کردن، خیلی هاشون خودکشی کردن، خیلی هاشون عوض شدودن، به کسای دیگه آموزش می دادن، در مورد جنایاتی که انجام دادن صحبت می کردن. و اما رئیس بانک مرکزی مجارستان گفت یورو یک خطای استراتژیک بود. حالا این مجارستان، هنگری جزو چیز هست یا نه؟ جزو اروپای متحد یا هر چی بهش بگید. در صورت اون گفته، بانک مرکزی مجارستان جورج ماتوچی، رئیس بانک مرکزی مجارستان، با انتشار یادداشت در نشریه فاینانشال تایمز مدعی شد که دولت‌های اروپایی، چه آنها که عضو حوزه اقتصادی یورو هستند و چه آنها که به آن ملحق نشدند، باید اقرار کنند که یورو از آغاز یک خطای
استراتژیک بود. میدونید چندین کشور ورشکست شدن به خاطر این، از جمله یونان که حالا بعد با کمک هایی که آلمان و کشورهای دیگه کردن یک کمی داره بر میگرده و روپای خودش وای میسه. و اما درباره سنگاپور شما داستان های زیادی شنیدید که میشه گفت بیشترش هم حقیقت داره. وقتی که یک رهبر، یک رئیس جمهور دلسوز باشه و کارایی که انجام میده، چجوری یه مملکتی رو از این رو به اون رو میکنه، چجوری یه مملکتی رو از یه حالت بد اقتصادی به یک حالت خوب اقتصادی تبدیل میکنه. نوشته این دوست ما از خلیج فارس: امروز رئیس جمهوری سنگاپور وارد کویت شد. هواپیمای اختصاصی ندارد. با هواپیمای امارات از دبی به کویت آمد. از آنجا با هواپیمای عربستان برای عمره به مکه و مدینه می رود. این طوریه که در کشورش فساد و دزدی نیست. بله، اینه عکسم انداختن درباره ایشون. هم قبلا همین دوست ما مقاله ها رو نوشته بود و برنامه هایی رو خودشون اجرا کردن به نام عقل بشر. و این هست احتمالا این خانم رئیس جمهور، رئیس سنگاپوره و اسلام کویت. البته این دوستمون باید یکم بیشتر توضیح بده، فکر میکنه ما همه اینا رو بلدیم. نمیدونم، ما خیلی کم بلدیم. خب این برای کی؟ یه ویدیویی رو همین دوست ما از خلیج فارس فرستاده و توی این ویدیو یه جایی رو نشون میده، مثلا 400 دستگاه فلکه خاتون بود، کوی زهرا بود، یا نمیدونم 500 دستگاه آکباتان بود فلان. اونی که فیلم گرفته، اولا که این فیلم ها رو تو کامپیوتر اینجوری میشه بمانه، بعد میگه اینجا 400 هزار دستگاه درست کردن، مخفیانه هم هست. و خود احمقش اونجا وایساده داره فیلم میگیره، عکس ماشین خودش هم با نمرش گرفته. برای این دوستمون نوشتم آقا گور پدر آخوندا. ولی میشه مخفیانه 400 هزار، حالا ما 400 هزار میگیم تخفیفتون، میشه 400 دستگاه آپارتمان ساخت؟ کارگراش کجا بودن؟ آقازاده ها بودن؟ کارگراش مردم معمولی افغانی ها هستن، پس مردم میدونن این کجاست. تابلو شهرداری اونجا زده، راهنمایی زده، حد اکثر سرعت 30 کیلومتر، پس اداره راهنمایی و اینا میدونن کجاست. و این فیلم و این اخبار غلط رو فرستادن، بزرگترین خیانت به خودمون هست در حد جنایت. خب حالا که چی؟ مثلا بگیم اینا رو داره میسازه که لبنانی ها بیان اینجا زندگی کنن. لبنانی ها مگه خره بلندش از لبنان بیاد تو ایران زندگی کنه؟ وقتی که ایران پول بهش میده تو لبنان میره کنار دریا، اونجوری عکساشون هست، لختی هاشون هست، بیاد تو ایران زندگی کنه. اینا دارن میسازن که کی بیاد؟ فلسطینی ها زندگی کنن. اگه اینه که آقای کامران عطابکی میگه زمان شاه فلسطینی ها رو در میدون ژاله دید، میدونید نه اون موقع دروغ میگن، خبر غلط میدن، حالا شما بر میگردی میگه آقا خودت گفتی، شما گفتی، شما گفتی دو دو تا چهار 16 تا، من حالا دو تا دو دلار بهت میدم، میگم 16 دلار به من بده. نه، پول خودشونو دارن، اما شنگن های بدون ویزا به کشور مجارستان میرون. آها، پس جزو یورو نشدن، ولی آخه من ویزای شنگن وقتا یادم میاد که 9 تا کشور میرفتن، اینا همه هر روز تغییر میکنه. و اما درباره ظریف گفتم، ظریف میگوید گروه های فشار و باند های قاچاق میلیون ها تومان پولشویی میکنن. خب چشم شما روشن، چشم آقای روحانی روشن، چشم رهبرتون روشن، حتما فردا هم میاد میگه که خیلی کشش ندین. خب مثل قالی که میشورن اینا هم پولا رو شستن، مثل ظرف که میشورن اینا پولا رو شستن. چون دیدم اتفاقا خامنه ای یه جا راجع به این که مکرون و فرانسه حمله کردن به عراق و داعشی ها و اینها، گفته که مکرون یا وارد نیست یا گولیش زدن یا وارد نیست، یه چیزی اینجوری، حالا براتون پیداش کنم میکنم. ولی
ظریف میگوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید نظام جمهوری اسلامی از پولشویی مبراست، اما گروه های فشاری هستند که با پولشویی هزاران میلیارد تومان نفع شخصی میبرند. مردک بیا بگو کیا هستن، قانونی لیگالی برین دنبالشون. پس شما کی هستین؟ شما مترسکین که بچه های مردم بگیری بندازی زندان؟ البته این وزیر امور خارجه است، اگه یه روزی هم بهش بگن میگه آقا من جزء قوه مجریه هستم، من کاری به قوه چیز ندارم، قضاییه ندارم، اون لاجوردی اینا باید برن، که خود اونام گویا دزد دزدان هستن. و اما ببینیم که سلفی با چیزبرگر 10 ساله ایسلندی، اشغال سفارت آمریکا ترکمنچای دوم. بیارید من اینجا اینو براتون بخونم، چون امروز 13 آبان هست. اینو 5 ساعت پیش آقای عباس میلانی و اینها مسکی گذاشتن روی گویا. بذارید من این تصویره رو ببینم میتونیم از این درست ترش کنیم. نه، همینی که هست دیگه، ما همین که هست. میگه عباس میلانی مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا و مؤلف کتاب نگاهی به شاه و معمای هویدا، به مناسبت 40مین سالروز اشغال سفارت آمریکا یادداشتی را برای بی بی سی فارسی نوشته است. ترکمنچای که نماد نکبت قاجار و آغاز ذلت استعمارزدگی ایران بود، ریشه در بیکفایتی، خودخواهی و خودفریبی حکامی داشت که خود را قبله عالم می دانستند و بیشناخت و شعور و تدارک کافی به جنگ استعمار روس رفتند. زیان ماندگار آن بی بصیرتی را نه قبله عالم و اطرافیانش که ملت ایران آن زمان و صدهای بعد پرداختند. راستی شما میدونید چرا صد رو با صاد مینویسن ولی صده رو با سین مینویسن؟ بله، گرانگیری 40 سال پیش که در آن دانشجویان پیرو به خط امام سفارت آمریکا را برای 444 روز اشغال کردند و دیپلمات‌های آمریکایی را گروگان گرفتند و برخلاف نیتش در مقابله و ستیز با استعمار آمریکا ترکمنچای زمان و برخلاف نیتش در مقابله و ستیز با استعمار آمریکا ترکمنچای زمان ما از آب درآمد. عباس میلانی ادامه میده که اگر ترکمنچای اول نتیجه ضعف ایران بود و بخش‌های وسیع ایران را به روسیه استعماری واگذاشت، ترکمنچای دوم هر روز ایران را بیشتر ضعیف کرد و کشور را به شکلی روزافزون به استعمار جدید روس و چین وابسته ساخت. بیش و کم همه بلایایی را که در 40 سال و معمولی میگیم کم و بیش، بیش و کم همه بلایایی را که در این 40 سال بر ایران رفته، مستقیم یا غیر مستقیم، میتوان و به گمانم میباید به سیاست بی بصیرت اشغال سفارت و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی تحویل کرد. زیانهای انسانی و مانی و فرصتهای از دست رفتهی که نتیجه این اقدام غیرقانونی بودند، ابعاد نجومی دارند. شکی نیست که هر دولت ایرانی باید در برابر زیاد خواهی و دخالت هر کشور بیگانه از جمله آمریکا بایستد، اما مقاومت بخردانه سبب استقلال و رونق کشور می شود و مقاومت قهر کردن نابخردانه کشور را ضعیف و در نتیجه بیشتر محتاج بیگانه می کند. اجازه بدین که ما این عکس رو بهتون نشون بدیم و واقعا خجالت آوره که بعد از اینکه کسانی که خودشون مسئول بودن رفتن از دیوار بالا ادعای ندامت می کنند، هنوز افراد دیگه ای میرن این بالای دیوار و مشغول آتش زدن پرچم آمریکا هستن و این احمق حتی پرچم آمریکا رو هم برعکس زده. حالا پرچم درست حسابی که نخریده خودشون درست کردن، ستاره ها پایینه و اینجوری. حالا ببینیم چی میشه. خب، طوفان دلار در اقیانوس نقدینگی.
میگه که زیانهای ناشی از گروگانگیری تنها به این خسارتهای مالی محدود نیست. آیا بدون این گروگانگیری صدام جرأت حمله به ایران را پیدا میکرد؟ آیا بدون انزوای حاصل از گروگانگیری ایران ناچار میشد به کمک اسرائیل و به بهایی سخت گرانتر از بازار اسلحه و لوازم یدکی آمریکا بخرد؟ آیا بدون گروگانگیری و فضای کاذب ضد آمریکایی برآمدن آقای خامنه ای به عنوان رهبر شدنی بود؟ فضا کاذب بود، چون بر اساس اسناد منتشر شده چند سال پیش می‌دانیم رهبران جمهوری اسلامی در نتیجه مذاکره مستقیم با آمریکا به قدرت رسیدند و در ماه‌ها و سال‌های بعد از گروگانگیری هم در پنهان با آمریکا اغلب از موضع ضعف مذاکره کرده و می‌کنند. و یه مقاله هم هست، چرا جمهوری اسلامی به دشمنی با آمریکا احتیاج دارد. یک چیز دیگه هم هست، گاه شمار اشغال سفارت آمریکا از خروج شاه تا آزادی گروگانگیری و تحریم های آمریکا، آیا ترامپ در برابر ایران شکست خورد؟ اینو بخونیم. یا کابوس تورم چگونه بازگشت طوفان دلار در اقیانوس نقدینگی، اینو بخونیم. این توی خبرها یه برنامه تلویزیونی هست، بعض وقتا دو تا خبر تیترشو میخونه به مردم، میگه کدومشو دوست دارین شما گوش کنین. این نمیخوان نظر مردم رو بدونن، این میخوان مردمی که تماس میگیرن اینا مثلا ببینن که 10,000 نفر الان رأی دادن، 4,000 تاشون گفت این، 6,000 تاشون گفت اون. حالا ما این کارو میکنیم، ما میگیم تا دوستمون بخواد رأی بدن و اینها، همین 4 نفری هم که داریم میگه آقا ولش کن میره دنبال کارش. تحریم های آمریکا، کابوس تورم چگونه بازگشت، طوفان دلار در اقیانوس نقدینگی. حالا تورم تک رقمی باز خاطره است مربوط به حدود یک سال و چند ماهی که اقتصاد ایران در داخل و خارج رنگ و بویی از ثبات و آرامش نسبی را تجربه میکرد، روزگاری که البته دیر نپایید و با تغییراتی از بیرون و درون اقتصاد ایران تورم ما یک بار دیگر به شاخص سرکش همچون همیشه بدل کرد. دستاورد تورم تک رقمی در شهریور ماه 1397 با اعلام نرخ 11.3% مرکز آمار ایران از نرخ تورم میانگین به طور رسمی از کف رفت، هرچند که بیش از یک دیاگرام کشته این به این شکل، هر کسی حالا میخواد بفهم و بدونه، نوشته اون قرمز تورم میانگینه. بذارید تصویرشو بهتر بهتون بدم اگه براتون جالبه. من خیلی با آمار و ارقام و اینا نه کار دارم، نه میانگین خوب، نه میونه خوبی دارم. اینجا رو نگاه کنید، این قرمزه میگه تورم میانگین، این آبی تورم نقطه به نقطه، بعد میگه تورم در ایران. یه بار دیگه بهتون نشون میدم، تورم در ایران از 1397 تا مهر 1398. اینم برای اونایی که با دلار و پول و اینا سر کار دارن و سر کله میزنن. ما نداریم راحت، سعدی گفت هر که بامش بیش برفش بیشتر. و یکی دیگه هم گفت که قربون خودم که خر ندارم، از قیمت کاهو یونجه خبر ندارم، یه همچیز. ولی این که بهتون گفتم خامنه‌ای گفته ماکرون یا خیلی ساده است یا همدست آمریکا، این رو براتون میخونم و 8 دقیقه دیگه وای میسم، میخواستم خداحافظی کنم ولی گفتم باشم. بله، خامنه‌ای گفت که ماکرون یا خیلی ساده است یا همدست آمریکایی است. علی خامنه‌ای رهبر ایران روز یکشنبه با اشاره به تلاش‌های امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای میانجینگری بین ایران و آمریکا گفت رئیس جمهور فرانسه یک ملاقات با ترامپ را حلال همه مشکلات ایران دانسته بود، که باید بگوییم این شخص یا خیلی ساده است و یا همدست آمریکایی هاست.
رهبر ایران افزود اخیراً نیز با این که می دانستم نمی شود، اما برای امتحان و به منظور روشن شدن موضوع برای همگان گفتم با وجود خطایی که آمریکایی‌ها با خروج از برجام مرتکب شدند، اگر همه تحریم‌ها را بردارند می توانند در مجموعه برجام شرکت کنند، اگرچه می دانستم که قبول نمی کنند و به همین صورت هم شد. بله آقا، شما اصلا خدایی، شما همه چیزها رو می دونی، ولی شما هم مثل خدا بعد از چندین هزار سال در کار خلقت این بشر دوپا موندی و غائب شدی، درست مثل رجبی که غائب شده. اینا که غائب میشن از میمونن، آقا چی کار کنم؟ من دیدید بچه که بودیم یه کاری که میکردیم خراب میشد، اولین سعی میکردیم درستش کنیم، پچکاری یعنی وصل کارش، تا نمیشد در میرفتیم که اقلا ما رو اونجا نبینن. حالا شما نگاه کنید، خدا رو شما تو دنیا نمیبینید، دنیا خراب، خدا در رفت. خدا رو تو سازمان مسعود رجوی نمیبینی، سازمان خراب، این در رفته. حالا اینا چقدر پر رو هم که این همه خرابی باز وایستاده. دوستان عزیز، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. متاسفانه در این ماهای تابستون اینا حمایت بسیار کم شده بود. یه دوستی داشتیم نوشته بود کجا هستم که از اونجا که بیام، یه دوست دیگه داشتیم نوشته بود من ایتالیا هستم، وقتی بیام حمایت میکنم. وقتی آمد هیچ خبری نشد و گفتم آقا مثل که ایتالیا خیلی کافی خوردی و پول خرج کردی. این دوست منم خدایا گفته بود کجا هستم، بعد که آمد گفتم آقا آمدی نیومدی، نام رسان، نامه ما دیر شد، در اصل منتظر حمایت های شما هستیم. جمع حمایت میشه چی؟ حمایت ها. و اما یکی را راه بستن نسخه آنلاین، اوکی، اونم اینو گفت. بذارید ببینیم یه خبر دیگه چیه. آها، این یکی از اونا بود، اصغرزاده. گفتم اونایی که رفتن سفارت رو اون زمان گرفتن، حالا میگه از این کاری که ما انجام دادیم پشیمانیم. یک لحظه، این و اینجا این آقا، و اجازه بدیم من اینو خاموش کنم ببینیم چی میگه. اصغرزاده گفت از اشغال سفارت آمریکا پشیمانم. بشنوید. طبیعتاً من اگر با این اطلاعات و با وضعیت فعلی بخوام برگردم و با دیدن نتایج اون حرکت، قطعاً این کارو نخواهم کرد. و یه سری سوالاتی که ازش کرده شده و جواب دادن، اقدامات دانشجویی رو من تایید میکنم، ولی نه حمله به سفارت. من همین الانم هم راجع به حمله به سفارت عربستان و حمله به سفارت انگلستان، هر دوشو کار احمقانه ای دونستم و گفتم اینها کارهای احمقانه است. الانم به دانشجوها توصیه میکنم که به هیچ وجه هیچ اقدامی علیه سفارت ها نباید انجام بدن، ولی کاری که ما در اون زمان کردیم باید توی اون فضای اونجا دید و دو اون شرایط دید. دیگه تقریبا از این ماه‌ها به بعد به نظر میرسید که داره تبدیل میشه دیگه میوه گندیده‌ای که آویزونه به درخت و کسی نه جرأت میکنه بندازش پایین حلش بکنه. اینقدر پتانسیل افکار اون پشتش زیاد بود و تبدیل شده بود به یه انباشت روانی برای جامعه، یه جامعه‌ای که زده بود تو دهن امریکا، ابرقدرت امریکا تو منطقه تثبیت شده بود و حالا ثابت کرده بود که من یه انقلاب مردمی هستم. حالا کسی نمیتونست حلش کنه. به صورت بسیار محدودی در زمان اشغال، برای اینکه مورد تهاجم قرار نگیریم، یکی از واحدهای سپاه رو در اختیار در مطلع کردیم، ولی به اونها هم گفتیم که حرکت ما به صورت موقت خواهد بود. فقط ما میخواییم وقتی داخل سفارت هستیم نیروهای کمیته و ارتش به ما حمله نکنن. اونها هم پذیرفتن که از بیرون حفاظت کنن، ولی این به هیچ وجه نوعی مشورت راجع به محتوای برنامه نبود. من این رو هم ببندیم و بیان خدمت شما. خب حالا پشیمانی شما و یه عده جوان، حالا یا خودسرانه یا با یه بخشی از دولت یه کاری رو کردین، چه دردی از مردم معمولی که هیچ نقشی در این اشتباه شما نداشتن به اصطلاح درمان میکنه.
به نظر میرسه این آقا کار خوبی هم داره، شغل خوبی هم داره، هنوز هم دفتر دستکشو داره، نشسته تو دفترش، هنوز هم داره زرزر میکنه. اینجاست که کار اشتباه انجام داده، تازه هنوز هم میخواد یه جوری توجیهش کنه. همه اینایی که گفت امروز اگه از من بپرسین این کارو نمیکنم، ولی با یه ولی خرابش کرد، گفت که اما در آن زمان، یعنی در آن زمان ما کار خوبی انجام دادیم. این اونجایی که دوستان میگن باید وسط بین خطا، بین خطوط رو هم بخونید. انگاری منظورش حمله به سفارت ایران در کربلاست. خب این ویدیو رو یورو نیوز چون بریده معلوم نیست چی میگه. حتی اون میوه گندیده ای رو که میگه منظورش چیه؟ میوه گندیده این جمهوری اسلامیه که آویزون به درخت دنیاست یا آمریکا چیه؟ ما درست حرف بزنه. اگه کسی ویدیوی کامل اینو بتونه پیدا کنه و بفرسه، من فکر کنم بهتر از اینه که یه ویدیوی بریده شده ای که کمتر از 2 دقیقه است. این ویدیو 1 دقیقه و 58 ثانیه بود، یعنی 2 ثانیه کمتر از 2 دقیقه. دوستان عزیز، امروز دوشنبه است، 4 نوامبر برابر با 13 آبان 1398. این برنامه رو گفتیم باشیم در خدمتتون. یه سفر کوتاهی در راه است، اگر رفتیم و سالم برگشتیم باز با شما خواهیم بود، احتمالا در این سفر هم با شما خواهیم بود. اگر رفتیم و بر نگشتیم، خجالتش برای اونایی که حمایت نکردن، یا شاید میگن خوب شد حمایت نکردیم و الا پوله رو فرستاده بودیم، اینم که مرد. در صورت مردن و اینا، پریشب بود با دو تا از دوستان صحبت میکردیم راجع به دوستی که فوت شده بوده و از قبل فکر قبر و اینا نبوده. اون دوستمون یه دفعه گفت نه تو رو خدا اصلا راجع به مردن و اینها صحبت نکنید. من گفتم این یه چیز معمولیه، یه چیزی هم هست که هممون میدونیم دیر یا زود سراغمون میاد، پس بهتره که آماده باشیم. مثل این مونه که ما میدونیم یه برف شدید داره میاد، ولی 4 تا شمع و چراغ قوه نخریم، یا 4 تا کیسه شن نخریم، یا کیسه نمک بریزیم، یا 4 تا بیل مخصوص برفروبی نخریم. این بیل مخصوص برفروبی و اینا همون تابوت و کفن و سوزوندن و قبر و این چیزا هست. در هر صورت خوش آنان که با عزت به گیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. ما هم فعلا میریم. اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودید ما رفتیم. میگه که خوشا امشو که مهمون شمایم، نمیدونم که فردا شب کجایم، به احتمال زیاد توی هوایم. روز روزگار بر شما خوش، با امید فردای بهتر و آیندهی روشن‌تر. مرسی.